از وقتی بچه بودم یادم میاد که این خونه قدیمی هیچ وقت مثل بقیه خونه های عادی نبود. جوری بود که توش راحت نبودی و همیشه یه حس عجیب و بدی داشتی. یه حسی که انگار مدام یکی نگاهت میکنه، پشت سرت راه میاد یا حتی بهت دست میزنه. جوری که تو روی پوستت احساسش نکنی اما روی روحت چرا؟ مخصوصا شبا خیلی بیشتر این حس عذاب دهنده به آدم دست میداد. جوری بود که وقتی بچه بودم اصلا جرئت نمی کردم شبا تنهایی از اتاق بیرون برم. نمیدونم چه اسمی باید روشون میذاشتم، اما انگار این خونه بزرگ و قدیمی مثل شهر اونا بود. می اومدن و می رفتن و هر وقت حوصله‌شون سر می رفت ما رو اذیت می کردن. اون موقع به جز خودم و پدر و مادرم، مادر بزرگ پیرم هم با ما زندگی می کرد. اون همیشه حرفای منو باور می کرد، برخلاف پدر و مادرم که حرف منو باور نمی کردن. هر وقت بهش می گفتم که وجود همچین موجوداتی رو اطرافم حس می کنم، می نشست و برام قصه هایی در مورد گذشته این خونه می گفت. هرچند پدر و مادرم سعی می کردن نذارن من این قصه ها رو بشنوم، اما من باز یواشکی پیش مادر بزرگم می رفتم و به شنیدنشون ادامه می دادم. طبق گفته اون قدمت این خونه برمی گرده به 200 سال پیش. شهر بزرگی که ما الان توش زندگی می کنیم اون موقع یه روستای کوچیک با تقریبا 100 نفر جمعیت بوده و این خونه هیچ وقت قرار نبوده که اینجا ساخته شه، یعنی اصلا قانونی نبوده. اما اولین صاحبانش چون خانواده پولداری بودن، با رشوه این خونه مجلل رو که اون زمان برای خودش کاخی بوده اینجا می سازن. علت قانونی نبودن ساختش این بوده که از همون موقع این ناحیه به جایی نفرین شده معروف بوده و می گفتن کسایی که پا به اینجا می زارن تا آخر عمرشون دچار دیوونگی می شن. اما اون خانواده پولدار به این حرفا اهمیت نمیدن و این ناحیه چون ویو و طبیعت قشنگ و همینطور زمین بزرگی داشته، به عنوان جایی برای ساخت کاخ مجللشون انتخاب میکنن و البته بعد از گذشت سالها تمام اعضای اون خانواده یا از اینجا میرن و فرار میکنن یا دچار دیوونگی و جنون میشن. این خونه تا مدت‌ها بی استفاده میمونه تا اینکه روزی مادر بزرگ و پدر بزرگ من چون وضعیت مالی خوبی نداشتن که خونه‌ای برای خودشون بگیرن، تصمیم میگیرن بچه‌هاشون رو اینجا بزرگ کنن و البته تلسم‌هایی برای دور کردن موجودات مختلف داخل خونه و بیرونش میذارن. اما بعد از مدتی تلسم‌ها هم بی اثر میشن. من از پدر و مادرم شنیدم که پدر بزرگم توی حادثه رانندگی قبل از اینکه به دنیا بیان فوت میشه، اما مادر بزرگم همیشه میگفت که پدر بزرگم یه روز وسیله اختراع میکنه که باهاش میتونه جلوی این موجودات رو بگیره، اما یه شب به کل غیب میشه و دیگه هیچ وقت پیداش نمیشه. پشت این خونه با فاصله حدوداً 100 متر جنگلی شروع میشه که به کوهستان تاریک و مهالود پشتش منتهی میشه. نمیدونم چرا، اما بعد از شنیدن داستان گم شدن پدر بزرگم همیشه احساس میکردم که اون نمرده و یه جایی توی دل جنگل زندانی شده. اما از قدیم هم کسی جرئت نداشته پا به این جنگل بذاره چون پیش در پیش و تاریکه و میگن موجوداتی که اونجا دیده شده هیچ جای دنیا نیست. برای همین پدر بزرگم هیچ وقت پیدا نشد. نمیدونم چرا پدر مادرم سعی میکردن که نذارن من قاطی این جریانات بشم، اما گاهی میدیدم که پدرم وسایلی درست میکنه و دور تا دور ساختمون و توی حیاط جاگذاری میکنه، اما قبلا سردر نمی آوردم که چرا این کارها رو میکنه و فکر میکردم که نهایتا برای جلوگیری از حمله حیوانات وحشی داخل جنگله. الان بزرگتر شده بودم و 15 سالم بود و بیشتر دنبال فهمیدن حقیقت بودم. راستی مادر بزرگم هم به طرز عجیبی در حالی که توی اتاق خودش بود و وسایل مختلف برای دفاع از خودش در دست داشت فوت کرد. اون دستاشو محکم مش کرده بود و اون وسایل به همون صورت حتی بعد از مرگش توی دستاش مونده بود. توی همون جست حمله‌ای که داشت انگار خشکش زده بود. دیدن همه این چیزا از بچگی تا الان من رو هر بار بیشتر از قبل وادار به این می‌کرد که دنبال فهمیدن حقیقت باشم، تا هم بتونم از خودم دفاع کنم و هم شاید روزی بتونم این چرخه قتل رو توی خانواده‌ام بشکنم تا خودم و نسلای بعدی رو هم برای همیشه از دست این موجودات نجات بدم. میدونستم اولین چیزی که برای این کار لازمه اینه که بتونم این موجودات رو ببینم، چون با چشم غیر مسلح دیده نمی شدن.
پس یه روز به اتاق کار پدرم توی زیرزمین خونه رفتم، اما اونجا هیچی نبود، یا حداقل جوری وسایل چیده شده بود که تو به راحتی وسایلی که ساخته بود رو پیدا نکنی. تصمیم گرفتم شبها خودم رو به خواب بزنم، اما در واقع بیدار بمونم و حواسم به رفت آمد پدرم باشه. چند شب این کار رو تکرار کردم، اما خبری نبود، تا اینکه شب چهارم متوجه شدم که پدر بیدار شد و از اتاق بیرون زد. خونه دو طبقه بود و پله های چوبی داشت. پشت سرش راه افتادم جوری که منو نبینه. از پله ها پایین رفت و به طبقه همکف رسید. دنبالش رفتم تا اینکه همون جور که انتظار داشتم وارد اتاق کارش شد. دنبالش کردم و از گوشه در دیدم که دکمه‌ای که زیر میزش قرار داشت رو فشار داد و کتابخونه بزرگی که به دیوار چسبیده بود از وسط مثل دری باز شد و راهروی مشخص شد و پدرم داخل اون راهرو رفت. قبل اینکه در بسته بشه منم دنبالش رفتم و وارد اون راهرو شدم. راهرو دیوارهای سنگی داشت و چراغ‌های دیواری قدیمی با فاصله‌های مرتب مسیر رو کاملاً روشن می‌کردن. بالاخره وارد اتاقی شدم که انتظارش رو می‌کشیدم، اما چیزایی که داخل اتاق بود منو حسابی شوکه کرد. قفس‌هایی دیدم که با نوعی شیشه خاص ساخته شده بودن و داخلشون موجودات کوچیک و گاهن بزرگ و به شدت سریع بودن که مدام اینور و اونور می رفتن. به سمت شیشه ها حمله می کردن و خودشونو می کوبوندن به شیشه ها تا شاید بتونن آزاد بشن. بهترین کلمه‌ای که بخوام باهاش توصیفشون کنم بچه جن بود. هم می تونستن روی زمین راه برن و هم می تونستن توی هوا معلق باشن. بدنشون از گوشت و خون نبود، انگار از دود غلیظی ساخته شده بود. البته بدنای بعضیاشون هم ظاهراً از جنس آتش بود و قیافه‌های ترسناکی داشتن. پشت دیوار قایم شده بودم و یواشکی نگاهشون می‌کردم. پدرم پشت میز کار خودش بود و داشت روی وسیله‌ای کار می‌کرد و به سر و صدای عجیب این موجودات هیچ اهمیتی نمی‌داد. قفسی انتهای اتاق قرار داشت که هم میله‌های فلزی و هم شیشه‌های کلوف داشت، اما پشت اون میله‌ها به قدری سیاه و تاریک بود که نمی‌شد به راحتی تشخیص داد که موجودی که اون پشت ایستاده چه شکلیه. اما مطمئنم که از همه‌شون بزرگتر و قوی‌تر بود. داشتم با نگاهم پشت میله‌ها دنبالش می‌گشتم که یه دفعه دستای بزرگ و سیاهی میله‌ها رو گرفت و صورتی وحشتناک‌تر از همه صورت‌هایی که دیده بودم مستقیم به من خیره شد. بدنش کاملاً سیاه و خیلی بزرگ بود. از کناره‌های بدنش دود سیاهی وارد هوای اطرافش می‌شد. انگار این موجود از جنس تاریکی محض بود. هر چی که بود از بقیه باهوشتر و تیزتر بود، چون فوراً وجود منو تشخیص داده بود. از نگاه کردن بهش تمام حسای بدی که تا به حال بهم دست داده بود همگی یه جا روی سرم هجوم آوردن. سرم گیج رفت و چشم سیاهی رفت. از پشت دیوار بیرون اومدم و قبل از اینکه پدرم متوجه بشه بقیه جنهایی که اونجا توی قفس بودن همگی با هم جیغ‌های تیز و بلند و سرسام‌آوری کشیدن. با دستام محکم گوشامو گرفتم و به طرف پدرم دویدم. فوراً منو پشت سر خودش گذاشت و چند تا وسیله هایی که ساخته بود دستش گرفت و عینک مخصوصش رو زد و یه دونه عینکم روی چشمای من قرار داد. انگار آماده مبارزه بود، اما مگه قرار بود اتفاقی بیفته؟ از جیغ کر کننده همگیشون کم کم شیشه قفس ها ترک برداشت و من تازه متوجه شدم که توی چه خطری افتادیم. گفتم که بیا تا کامل آزاد نشدن فرار کنیم. پدرم قبول کرد. با هم به سمت خروجی دویدیم و لحظه آخر از پشت سرم شنیدم که اون موجود سیاه غول‌پیکر هم میله ها رو شکست و داشت خودش رو بیرون می آورد. سرعتم رو بیشتر کردم و به پله ها رسیدم. تا وسطش بالا رفتم و برگشتم پشتم رو چک کنم که دیدم پدرم دقیقا قبل از اینکه بتونه از خروجی در خارج شه توسط اون جن سیاه و بقیه جنها به عقب کشیده شد. همزمان فریاد بلندی زد و گفت با مادرت از اینجا فرار کن. خیلی ترسیده بودم. پله ها رو پایین رفتم تا شاید بتونم کمکش کنم، اما در کمال تعجب دیدم که نه اثری از پدرم هست و نه هیچ جنی، اما روی زمین و دیوارها خون پاشیده بود. سریع بالا رفتم و از ساختمون زدم بیرون. تمام اطراف رو نگاه کردم و دنبال پدرم گشتم و صداش زدم، اما هیچی نبود. برگشتم و دیدم که مامانم با استرس و رنگ پریدگی از در خارج شد و به سمتم دوید. فکر کنم خودش از همه چیز خبردار شده بود.
بغلش کردم، اما ضربان شدید قلبم هیچ جوره آروم نمی شد. پرسیدم حالا باید چی کار کنیم؟ مامانم گفت که منو به جای خیلی دورتر از اینجا می فرست و خودش تنهایی دنبال پدرم می گرده. من اما به هیچ وجه زیر بار نرفتم. رهاش کردم و به سمت اتاق کار پدرم و وسایلی که توش بود رفتم. می دونم که مامانم نگران بود، اما اگه بلایی سر خانوادم می اومد، سر منم می اومد. چه اون سر دنیا باشم، چه همینجا باشم. روی میز کار پدرم نقشه‌ای پیدا کردم که ظاهراً نقشه جنگل بود. پس پدرم بدون خبر دادن به ما به جستجوی پدر بزرگم می رفته. مامانم بیشتر از من از وسایلش سر در می آورد. سعی کرد بازم جلومو بگیره، اما موفق نشد. تصمیم بر این شد که دوتایی به اعماق جنگل بریم. به هم استفاده از وسایل رو یاد داد. اسلحه ها به شکل میله های بزرگ و کوچک بودن که نورای مختلفی از خودشون بیرون می دادن. به گفته مادرم علت تفاوت نورها این بود که هر کدوم از سنگای مختلفی درست شده بودن. یکم زمان برد، اما اون شب تا صبح بالاخره همه ی اسلحه ها رو یاد گرفته بودم و می دونستم کدومشون چه زمانی و برای چه جنی استفاده می شن. هوا داشت روشن می شد که راه افتادیم داخل جنگل، اما انگار هنوز و همیشه شب بود، جوری که تاریکی هر لحظه میخواست تو رو در خودش غرق کنه. در طول مسیر مامانم در مورد انواع جنها و موجوداتی که توی این جنگل پیدا میشدن با هم حرف میزد. میگفت که جنای اینجا با اینکه از دود غلیظ و آتیش ساخته شدن، اما از انسانها میتونن تغذیه کنن و مخصوصا خون آدمها رو خیلی دوست دارن. می گفت که وقتی کسی رو به عنوان قربانی می گیرن، همیشه یک یا چند جای بدنش رو زخمی می کنن و حین راه از خونش تغذیه می کنن. برای همون باید دنبال رد خون روی زمین و درخت ها باشیم. همینطور می گفت که جنای کوچیک از جن سیاه پیروی می کنن و جن سیاه تنها جنی هست که می تونه به زبان انسان ها حرف بزنه. برای همین ما اونو گرفتیم تا شاید بتونیم جای پدر بزرگت رو پیدا کنیم. اون هیچی نمیگفت و ما نمیتونستیم خیلی بهش نزدیک بشیم، چون با نگاه کردن توی چشماش کاری میکنه که بدترین دردای آدم همشون با هم به سراغش بیان، به حدی که آدمو به مرز جنون برسونن. میگفت که بعضی از جنهای کوچیک موقع جنگیدن و حمله ممکنه از نظر جسه‌ای به جنهای بزرگی تبدیل بشن. پرسیدم که برای چی از بین آدم ها قربانی میبرن. مامانم گفت که جنها گوشت و خون انسانها رو خیلی بیشتر از حیوانات داخل جنگل دوست دارن. تصور تک تک این حرفها واقعا وحشتناک بود. میگفت که اونها عاشق عذاب دادن آدمها و دیدن ترس توی چشماشون هستن. برای همین اگه چند تا آدم رو با هم بگیرن، دقیقا هر کدوم رو جلوی چشم بقیه تیکه تیکه میکنن، گوشت بدنش رو در میارن و خونش رو میمکن و حتی از گوشت اون فرد به عنوان غذا به بقیه آدمهایی که اسیر کردن هم میدن. همینطور از خونش به جای آب به بقیه اسیرها میدن. حالم داشت بد میشد و به هم میخورد. امیدوارم دیر نرسیم و هیچ کدوم از این بلاها سر پدرم نیاد. میگفتش که بعضیها از شدت ترس و استرس خودشون خودکشی میکنن. مشغول حرف بودیم که متوجه رد خون روی زمین و تنه درختها شدیم. داشتیم به محل زندگیشون نزدیک می شدیم. درخت ها کم کم سیاه می شدن و تنه های سیاه و حتی برگ های سیاهی داشتن. هیچ حیوان و حتی پرنده ای اون اطراف نبود. مامانم گفت که از اینجا به بعد هر حرکتی که من می کنم تو هم همون کار رو تکرار کن. نیمخیز شدیم. سلاح ها رو محکم به دستمون گرفتیم و به سمت مخفیگاهشون حرکت کردیم. روبرومون با دهانه بزرگ و تاریک غاری مواجه شدیم. احتمالاً همینجا بود. با قدم‌های آهسته وارد شدیم. به قدری تاریک بود که حتی مامانم که دقیقاً جلوی من راه می‌رفت رو به سختی می‌دیدم. برای همین دستشو گرفتم تا همدیگر رو گم نکنیم. هر صدای کوچیکی توی غار پیچیده و اکو می‌شد. باید خیلی احتیاط می‌کردیم که صدایی ایجاد نکنیم. مدام صدای چکه آب از سقف می‌اومد. به جایی رسیدیم که یکم روشن‌تر از قسمت اول غار بود. یهو دیدم چیزی که از سقف میچکه آب نیست، بلکه خونه. تمام لباسم خونی شده بود. بالای سرم نگاه کردم و دیدم انسانی با بدن نصف جونی که فقط بالا تنش به سقف غار چسبیده بود و از کمر به پایینش چیزی به جز روده های آویزون به چشم نمیخورد، با چشمای از حدقه بیرون زده، دهان باز و صورت و بدنی بدون خون به سقف غار دوخته شده بود.
برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. تمام مسیر به سقف و دیوار غار سر و دست و پا و بدنهای نصف نیمه آویزون بودن. از همشون خون می چکید. معلوم بود که به تازگی کشته شدن. وحشت کرده بودم و ناخودآگاه صدای آرومی از دهنم بیرون اومد. اما صدا چند برابر شد و توی غار پیچید. به دیوار غار چسبیدیم و بی حرکت ایستادیم. چند ثانیه بعد صدای جیغ تیز جنها توی غار پیچید. بیشک مسیر رو درست اومده بودیم، اما نمی دونستیم که سالم از اینجا خارج میشیم یا نه. مامانم گفت تمام کسایی که اینجوری به دیوار غار میخکوب شدن سعی کرده بودن که فرار کنن. صورت و بدن بعضیشون سیاه شده بود. گفت این کار جن سیاهه، اگه اون چنگاشو داخل بدن کسی فرو ببره تمام اون تیکه و اطرافش سیاه میشه و این سیاهی مثل سم به قسمت‌های دیگه بدن نفوذ می‌کنه و در آخر باعث مرگ میشه. داشتم از ترس آروم می‌لرزیدم و امیدم و به زنده موندن از دست می‌دادم که ناگهان صدای پدرم رو شنیدیم که داد می‌کشید. نیمخیز به دنبال صدا رفتیم. چند متر اونورتر غار روشن‌تر می‌شد و مشعلایی روی دیوار به چشم می‌خوردن. قفس‌های کوچک و تنگی پر از آدم اونجا بود. جن‌ها دورشون جمع شده بودن و بدناشون رو چنگ می‌زدن. خون و گوشتشون رو میکندن و میخوردن و یا تقدیم جن سیاه میکردن که مثل پادشاهی دور از همه نشسته بود. مطمئن بودم که با کوچکترین تکونی ما رو میبینه و بقیه جنها سریعاً میریزن سرمون، پس بی حرکت موندیم. طبق نقشه قرار بود چند تا از بمبای دستساز پدر رو وسط جنها بندازیم و تا قبل از این که بفهمن چی شده پدرمو آزاد کنیم و فرار کنیم. میتونستیم با همون وسیله‌های دفاعی سنگی که داشتیم قفل قفس‌ها رو بشکنیم. با شماره 3 مامانم 3 تا از بمب‌ها رو در آورد و وسط اون جمعیت پرتاب کرد. صدای جیغ بلندی برپا شد، اما گوشگیرهای مخصوص داشتیم که باعث میشد کمتر اذیت بشیم. سریع به سمت قفس‌ها دویدیم و چند بار محکم به قفلشون ضربه زدیم، اما باز نمی‌شد. مامانم رفت که برای من زمان بخره و من با کمک راهنمایی‌های پدرم قفل قفس رو باز کردم. پدرم خونی و زخمی بود. امیدوار بودم که دووم بیاره. قفل قفس باز شد و همه با سرعت بیرون ریختن و پخش شدن. همین باعث شد که جنها به سمتشون حمله ورشن. مادرم رو با بدنی زخمی از بین جمعیت بیرون کشیدم و به سمت خروجی غار رفتیم. داشتیم موفق می شدیم که یه دفعه جن سیاه جلوی خروجی غار سبز شد. از چشماش تاریکی مطلق به بیرون می پاشید. متوجه شدم که زخمهای مادرم دارن سیاه می شن. پس کار اون بود. عصبانی شدم و جوش آوردم. دیگه ترسم یادم رفت. میله سنگی رو محکم توی دوتا دستام گرفتم و سمت جن سیاه حمله کردم و از وسط بدنش رد شدم. جیغ بلندی زد، جوری که گوشام سود کشید. وقتی ناپدید شد با پدر و مادرم سریعا به بیرون فرار کردیم. حال هر دوشون بد بود، اما مادرم بدتر. سیاهی ناشی از زخماش هر لحظه توی بدنش پخش می شد. به هر دوشون توی دویدن کمک کردم، اما سرعتشون خیلی کم بود. یهو چنگال‌های دراز و سیاهی از پشت توی کمر مادرم فرو رفت و بدنش رو پاره پاره کرد. تا برگشتم که ازش دفاع کنم جن رفته بود و بدن بیجون مامانم روی زمین افتاده بود. آخرین کلماتش به ما این بود که سریعاً فرار کنیم و دیگه هیچ وقت به اینجا برنگردیم. پدرم به بیمارستان رسید و زنده موند، اما من تا سالها کابوس اون شب و اون جن سیاه رو می دیدم.